سلام خدمت بینندگان عزیز، قول داده بودیم که ارزونترین مینی فرز دیمردار بازار رو با همدیگه بررسی بکنیم. مستقیم میخوایم بریم سراغ آنباکس و بعد هم مقایسه این مینی فرز با دیگر مینی فرزهای بازار و نهایتاً هم تست عملی رو انجام میدیم. اما قبلش اگر تا به حال کانال پرشین هندیمن رو سابسکرایب نکردید، حتما کانال ما یعنی کانال پرشین هندیمن رو سابسکرایب بکنید. اگر هم دوست داشتید ویدیوهای ما رو لایک بکنید. اینم وضعیت بسیار بدیه که بعضی از فروشگاه‌های اینترنتی ابزارهاشون رو ارسال میکنن. ظاهرا تو خیابون یه مشمع پیدا کرده و باهاش محصول رو بسته‌بندی کرده. خب بسیار خوب. دفترچه راهنما، یه آچار بسیار بیکیفیت و دوتا هم زغال زاپاس. خب اینم دسته مینی فرزه. گارد محافظ. یادتون نره که گفته شده که این محصول 1100 وات هست. و اینم محصول ما. خب حداقل دیمر رو داره. مینی فرز دیمردار توسن، مینی فرز دیمردار DCA و مینی فرز دیمردار گریتک. این موضوع هم دقت بکنید که برند گریتک با برند ادون هر دو مثل برادر خواهر هستن، یعنی فقط میتونم بگم تقریبا در حد برچسب با هم دیگه تفاوت دارن. اولی مقایسه از نظر وزن و جسه. مینی فرز دیمردار توسن هم وزن بیشتری داره و هم جسه بزرگتری داره، اما مینی فرز DCA و گریتک هر دوتا تقریبا هم وزن هستن. از نظر قطر هم مینی فرز توسن قطر بیشتری داره، اما این دو مینی فرز یعنی DCA و گریتک تقریبا قطر یک اندازه ای دارند. یک نکته که از نظر من بسیار مهمه خوش دست بودن مینی فرز هستش. مینی فرز دیمردار توسن با اون که کیفیت ساخت بسیار خوبی داره، اما متاسفانه هم وزن بالایی داره و هم خیلی خوش دست نیست. اما در عوض مینی فرز DCA بسیار خوش دسته و مینی فرز گریتک که به خاطر شکل طراحیش از هر دوی مینی فرزها خوش دستره. بریم سراغ اندازه گیربکس این سه مینی فرز. برای اینکه اندازه گیربکس مینی فرز گریتک رو متوجه بشید، الان به صورت کامل میتونید فرق اندازه گیربکس مینی فرز توسن با گریتک رو متوجه بشین. در حقیقت اندازه گیربکس این مینی فرز واقعا در حد شوخیه. حتی گیربکس DCA هم بسیار بزرگتره. البته فراموش نکنید که علت طراحی خوب مینی فرز DCA به این خاطره که کپی از مینی فرز بوش هست. اندازه گیربکس این مینی فرز واقعا کوچیکه و اصولا شبیه به یک اسباب بازی میمونه تا یک ابزار صنعتی. اما اگر بخوایم گارد محافظ این سه رو بررسی بکنیم، گارد محافظ توسن سنگین و ورق به کار رفته بسیار قطوره و گارد محافظ DCA که صفحه‌ای که درش به کار رفته از صفحه‌ای که در توسن به کار رفته یک مقدار سبکتر و نازکتره. اما گارد محافظ گریتک که به نظرم از حلب استفاده شده و فکر کنم به راحتی و با کمی فشار بشه این گارد محافظ رو دفرمه کرد. بریم سراغ مهره رویی و زیری این دستگاه. برای اینکه اندازه حقیقی این مهره رویی رو متوجه بشید، مقایسه میکنم این رو با مهره رویی مینی فرز توسن. همونطور که میبینید این مهره بیشتر شبیه به یه واشر میمونه تا یه مهره رویی. این مهره هم مهره رویی مینی فرز DCA هست. این هم مهره زیرینه که اندازه این هم بسیار کوچیک هست. میتونید کیفیت ساخت رو به سادگی متوجه بشید. خب الان میخوایم دسته جانبی این سه مینی فرز رو با همدیگه بررسی بکنیم. این دسته جانبی هستش که داخل جعبه مینی فرز گریتک بود و این هم دسته جانبی مینی فرز DCA. همونطور که میبینید اندازه دسته جانبی مینی فرز گریتک بسیار کوچیکی، اصلا تو دستم جا نمیشه، بیشتر شبیه به یه قطعه اسباب بازی میمونه. و این هم دسته جانبی مینی فرز توسن هست، یه دسته جانبی ضد لرزش. چون پوسته گیربکس مینی فرز گریتک بسیار کوچیک و از نظر ضخامت هم ضخامتش کمتر از دو مینی فرز دیگه هستش، قطر پیش به کار رفته هم نسبت به دسته جانبی DCA و توسن بسیار کوچیک‌تره. اما بریم سراغ مقایسه آچار اینها. این آچاری هستش که همراه با مینی فرز گریتک اومده و این هم آچار مینی فرز DCA هست.
فقط میخوام به کیفیت ساخت این آچار دقت بکنید. اما قبل اینکه بریم قطعات داخلی این مینی فرز رو ببینیم، اجازه بدید یه تست آمپر ازش بگیریم. پس بریم کلم متر رو بیاریم و تست آمپر رو بگیریم ازش، ببینیم که آمپر مصرفی این دستگاه چقدره. این یک کلم متر ساده و ارزونه که داخل بازار هم پیدا میشه. برای اینکه بتونیم آمپر مصرفی رو اندازه بگیریم، سیم ورودی رو دو شاخه میکنیم و یک شاخه از سیم ورودی رو در دهانه کلمپ قرار میدیم به این شکل. در هر صورت کار با مینی فرز عینک نیازه. دیمر رو بروی عدد 6 میذارم و بعد آروم آروم کم میکنم دیمر رو تا عدد 1. شما آمپر مصرفی رو میبینید. خب همونطور که دیدید مینی فرز گریتک در حالت بیباری حد اکثر 1.8 آمپر مصرف میکنه. بریم ببینیم که این دستگاه زیر بار چند آمپر مصرف میکنه. خب دوستان عزیز، دیدیم که دستگاه گریتک در حالت بیباری حد اکثر 1.8 آمپر مصرف میکنه، اما وقتی که زیر بار و زیر فشار که میره 4-5 آمپر هم مصرف میکنه. خب دیمر دستگاه رو میبینید، این هم کلید دستگاه هست. جنس سیمی که به کار رفته یه مقدار نازکه. کابلی که به کار رفته کابل 2/75 هست. دو شاخش هم دو شاخه 10 آمپره. دقت بکنید دستگاهایی که یه خورده حرفه‌ای تر هستن از دو شاخه های 16 آمپر استفاده میکنن. در این دو طرف زغال های دستگاه قرار دارن. فنری هم که هستش از نوع فنر حلقوی هستش. اگر آرمیچر دستگاه رو بتونید داخل فیلم ببینید، همونطور که مشخصه عایق بندی قوی نشده، به عنوان مثال نخپیچی نشده. دستگاهی که با کیفیت تر هستن علاوه بر اینکه نخپیچی هم شدن، از عایق رزینی قوی و قطوری استفاده کردن. جنس بدنه دستگاه هم نسبت به مینی فرز های دی سی ای و توسن کیفیتش بسیار پایین تره. اما خب با توجه به قیمت‌های بسیار سرسام‌آور دستگاه‌های دیگه، خیلی وقتا می‌بینیم که افراد مجبور هستن که این نوع دستگاه‌ها رو تهیه بکنن. در آخر می‌خوام یه صحبتی عرض کنم خدمتتون که واقعاً ما به کجا رسیدیم که امروز مجبوریم که این نوع دستگاه‌ها رو استفاده بکنیم. زمانی خیلی دور هم نه، سال 96 یک دستگاه مینی فرز ماکیتا مدل 9554 قیمتش 175 تومن بود. بهترین مینی فرز ماکیتا که مدل 9564 بود، یک مینی فرز کاملا سیف و کلاچدار بود. همون مدل 9564 که خدمتتون دارم عرض میکنم یک مینی فرز فوق العاده پیشرفته و با کیفیت بود. اون مینی فرز 9564 ماکیتا قیمتش بود 400 هزار تومن. حالا امروز ما باید برای این مینی فرز بیکیفیت 500 هزار تومان هزینه بکنیم. البته به قول یکی از دوستان میگفتش که خوب باز این دستگاه ارزون قیمت هست، چون خیلی از استادکاران الان توانایی خرید ابزارالات گرون قیمت رو ندارن و این ابزارهای ارزون قیمت حداقل یک کمکی میشه براشون تا بتونن کارهاشون رو انجام بدن، یک مقدار درآمد کسب کنن تا بتونن ابزارهای با کیفیت رو تهیه بکنن. من این دستگاه رو به خاطر یکی دو نفر از اعضای کانال تهیه کردم. از من خواسته بودن که ارزون ترین مدل دیمردار بازار رو تست بکنم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب بکنید. اگر دوست داشتید ویدیوهای ما رو هم لایک بکنید. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.